هجده غذای چربی سوز برای زنان. سلام همراهان کانال شری ولنس. کم کردن چند کیلو وزن به طور دائمی هیچ وقت آسان نیست. همیشه به ما گفته شده که برای تغییر سبک زندگی لازم هست تا وزن کم کنیم و وزن خودمون رو پایین نگه داریم و همچنین برای زندگی سالم باید غذای سالم بخوریم و ورزش روزانه داشته باشیم. خب این درست هست. ما غذاهایی رو معرفی میکنیم که زنان با خوردنشون سریعتر وزن کم میکنن، اما قبل از شروع این ویدیو فراموش نکنید تا عضو کانال شری ولنس بشید. این اصلا عجیب نیست غذایی که میخورید ارتباط مستقیم با حال عمومی شما داشته باشه. اگه غذای سالم بخورید و چربی بیشتر بسوزونید شما وزن کم میکنید، اما باید بدونید که بدن شما به انرژی لازم نیاز داره تا وضعیت جسمی و ذهنی مناسبی داشته باشید. اگه به دنبال غذایی هستید که چربی شما رو سریعتر میسوزونن، ویدیو درستی رو انتخاب کردین. ما لیستی از غذاهای چربی سوز برای شما آماده کردیم. 18 نوع غذای چربی سوز برای زنان آماده کردیم و تا آخر ویدیو رو تماشا کنید، چرا که بعد از این مواد غذایی چربی سوز غذایی رو معرفی میکنم که در طول رژیم غذایی خودتون هرگز نباید مصرف کنید. شماره 1، مرکبات. مرکبات خطر بیماری‌های قلبی ناشی از چاقی، دیابت و بیماری کبد رو پایین میاره. برای اینکه مرکبات بیشتری رو در رژیم غذایی خودتون جای بدید، مرکبات رو به آب خودتون اضافه کنید. شماره 2، گردو. همه ما میدونیم که آجیل برای سلامتی مفید هست، اما به تازگی متوجه شدن که بهترین نوع آجیل گردو هست، چرا که باعث میشه احساس سیری بیشتری در طول زمان بیشتر داشته باشید و به شما کمک میکنه تا وزن خودتون رو زودتر کم کنید. سومین مواد غذایی چربی سوز ذرت هست. ذرت حاوی ترکیبات پلی‌فنول هست. پلی‌فنول ماده‌ای هست که میتونه حذف و گردش خون رو بهبود بده. اگه به ذرت روغن و نمک اضافه نکنید و با بخار هوا بپزید، ذرت یک اسنک بسیار مناسب برای شما هست که میتونید با خوردنش وزن خودتون رو کم کنید. شماره 4، توت‌ها. مصرف توت‌ها به ویژه تمشک یا توت فرنگی به کاهش وزن شما در دراز مدت کمک میکنه، به این دلیل که تمشک حاوی مقداری زیادی فلانوئید هست. شماره 5، غلات. افرادی که روزانه 2 یا 3 نوبت غلات مصرف میکنن، مثل جو پوسکنده 10% چربی شکم و پهلوی کمتری نسبت به افرادی دارن که همون میزان کربوهیدرات دریافت میکنن، به این دلیل که غلات فیبر بالاتری داره، بنابراین موجب میشن که احساس سیری طولانی تری بکنید. شماره 6، آووکادو. مطالعات زیادی انجام شده و ثابت کردن که آووکادو برای کم کردن وزن بسیار مؤثر هست، چرا که این میوه حاوی فیبر بالا، ویتامین C، چربی مفید، فولات، منیزیم، مس و پتاسیم هست. شماره 7، فلفل قرمز. فلفل قرمز سوخت و ساز بدن برای هضم غذا و تولید انرژی را افزایش میده، بنابراین از این به بعد موقع غذا پختن فلفل قرمز رو به سبزیجات یا گوشت اضافه کنید. شماره 8، ماهی سالمون. سالمون میتونه سلولهای چربی سفید در بدن رو به سلولهای چربی سوز تبدیل کنه. از طرفی اگه ورزش زیادی در طول روز انجام میدید، با مصرف سالمون ماهیچه‌های شما قوی تر میشه و این ماهی دارای چربی مفید امگا 3 هست که به بدن شما کمک میکنه تا چربی بیشتری بسوزونید. شماره 9، دارچین. محققان دریافتن که سینامالدئید موجود در دارچین بر سوخت و ساز و تولید گرمای بدن مؤثر هست. تولید گرما یه نوع سوخت و ساز هست که به چربی سوزی کمک میکنه. پس اگه به غلات صبحانه مقداری دارچین اضافه کنید و از بین بردن سلول های چربی کمک کردید. شماره 10، سیب و گلابی. تحقیقات انجام شده میان رابطه سیب و گلابی و کاهش وزن نشون داده زنانی که سیب و گلابی رو در مصرف روزانه خودشون جای دادن، کاهش وزن سریعتری در عرض 2 هفته نسبت به زنانی که نان غلات مصرف کرده بودند داشتند. شماره 11، مرغ. مصرف پروتئین چربی کلی بدن و چربی ناحیه شکم رو کاهش میده و علاوه بر این
به افزایش سوخت و ساز و تولید انرژی کمک میکنه. شماره 12 اسفناج. مصرف 3 واحد اسفناج در طول هفته تا 10% کاهش وزن شما رو سریعتر میکنه. اسفناج حاوی مقدار زیادی اسید هست که این ترکیب در کاهش میزان قند خون تاثیرگذار هست. پس قند در بدن تبدیل به انرژی میشه به جای اینکه به عنوان چربی ذخیره بشه. شماره 13 پروتئین آب پنیر. با توجه به مطالعات مرکز پزشکی آمریکا به این نتیجه پی بردن که پروتئین آب پنیر و مکمل‌های اون به کاهش وزن کمک میکنه و از طرفی در ساخت ماهیچه‌ها هم مؤثر هستن. شماره 14 تخم مرغ. مصرف بیشتر پروتئین در وعده صبحانه به کاهش وزن کمک میکنه. پروتئین در وعده صبح سوخت و ساز بدن رو افزایش میده و اشتهای شما رو کاهش میده. یکی از راه‌های جذب پروتئین مصرف تخم مرغ است و میتونید انواع غذاهای حاوی پروتئین رو به رژیم غذایی خودتون اضافه کنید. شماره 15 شیر. بر اساس یک تحقیق اگه قصد دارید وزن کم کنید، شیر رو در رژیم غذایی خودتون بگنجونید. در این تحقیق افراد مورد آزمایش به دو دسته تقسیم شد. گروه اول به طور منظم شیر ننوشیدن و گروه دوم شیر سویا مصرف کردن. در نتیجه گروه اول دارای ماهیچه‌های قوی‌تری نسبت به گروه دوم بودند. باید بدونید که داشتن ماهیچه برای بدن بسیار مهم هست، چرا که سوخت و ساز بدن رو افزایش میده و در چربی سوزی مؤثر هست. شماره 16 لوبیا. طبق تحقیقات انجام شده در مجله بین المللی پزشکی ثابت شد که لوبیا در کنترل قند خون و کاهش خطر بیماری قلبی در بیماران دیابتی نوع 2 بسیار مؤثر هست. همچنین لوبیا دارای پروتئین گیاهی سالم هست که شما رو سیر نگه میداره. شماره 17 سیب زمینی بنفش شیرین. سیب زمینی شیرین حاوی نشاسته مقاوم هست و خطر چاقی رو کاهش میده و آخرین مواد غذایی چربی سوز خردل هست. اگه جزو اون دسته افرادی هستید که به خردل علاقه دارید یا به عنوان چاشنی توی کیک و شیرینی ازش استفاده میکنید، براتون خبرهای خوبی داریم. بر اساس مطالعات انجام شده خردل تا 20% چربی سوزی بدن شما رو سریع‌تر میکنه. همچنین خردل هیچ گونه کالری نداره، بنابراین با خیال راحت میتونید مصرف کنید بدون اینکه نگران افزایش چربی باشید. حالا که در مورد غذاهای چربی سوز اطلاعات بیشتری کسب کردید، بیایید در مورد غذاهایی که در طول رژیم باید به طور کامل ازشون پرهیز کنید بیشتر آشنا بشین. اولین چیزی که هرگز نباید مصرف کنید نوشیدنی‌های شیرین هستند. وقتی که قصد دارید وزن کم کنید، هرگز نباید سمت نوشیدنی‌های شیرین مثل آب میوه‌های مصنوعی برید. این نوشیدنی‌ها بیشتر دارای کالری مضر هستند. خب چرا به جای اینکه کالری مورد نیاز خودتون رو با یک وعده غذایی به دست بیارید، با نوشیدنی دریافت کنید؟ همچنین ثابت شده که نوشیدنی‌های شیرین باعث افزایش وزن، دیابت نوع 2، نقرس، بیماری‌های قلبی و بیماری‌های دیگه میشن. بنابراین برای کاهش وزن از این نوشیدنی‌ها پرهیز کنید. شماره 2 فست فود. غذاهای فست فودی معمولاً حاوی مقدار زیادی کالری هستن که باعث افزایش وزن، چاقی و مشکلات قلبی میشه. همچنین بیشتر این غذاها سرشار از کربوهیدرات، قند و چربی‌های اشباع هستن. از طرفی دارای سدیم هستن که در افزایش فشار خون و مشکلات قلبی عروقی هم مؤثر هستن. شماره 3 الکل. بر اساس مطالعات سازمان تحقیقات در مورد الکل اینطور ثابت شده که نه تنها الکل حاوی کالری مضر هست، بلکه میتونه سوخت و ساز بدن شما رو کاهش بده و شما احساس گرسنگی داشته باشید. همچنین الکل تحمل شما رو کم میکنه و میل شما رو برای پرخوری افزایش میده و باعث بیماری های جدی تری مثل افزایش وزن، فشار خون، مقاومت انسولین، بیماری کبدی و بیماری های دیگه میشه. پس بهتر هستش که از این سه نوع مواد غذایی پرهیز کنید. حالا در مورد غذاهایی که باید و نباید مصرف کنید مطلع شدید. شما چه غذاهای دیگه ای رو میشناسید که در طول دوره رژیم مناسب هستن؟ لطفاً نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. اگه این ویدیو برای شما مفید بوده لطفاً لایک کنید و عضو کانال شری ولنس بشید تا از آخرین ویدیوها با خبر بشید. خدا نگهدار.